برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مرکز بین المللی تبلیغات قرآنی آستان مقدس حسینی از هدیه سفر زیارتی تعدادی از قرآن آموزان حرمهای مطهر حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما به کشور عراق خبر داد. در همین راستا سید علی ابوالحسن مسئول دفتر سوریه مرکز بین المللی تبلیغات قرآنی آستان مقدس حسینی ضمن اعلام این خبر گفت تعدادی از قرآن آموزانی که به طور منظم در جلسات قرآن حرمهای مطهر حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیها شرکت می کرده اند به این سفر زیارتی دعوت شده اند و قرار است علاوه بر زیارت حرمهای مطهر در عراق برخی برنامه های علمی و دینی برای آنان برگزار شود. منابع خبری از دور جدید مذاکرات ایران و عربستان درباره حج خبر دادند. گفته می شود این اولین دور مذاکرات ایران و عربستان درباره حج 1402 است که به صورت وبینار انجام شد و بر این اساس مقام های حج دو کشور تا یک ماه آینده در عربستان با یکدیگر دیدار و تفاهمنامه حج را امضا می کنند. گامبو ایسا سخنگوی پلیس ایالت کاتسینا در شمال غرب نیجریه گفت افراد مسلح ناشناس به مسجد روستایی مگامجی در منطقه فونتووا حمله کردند و پس از تیراندازی و زخمی کردن امام جماعت مسجد و یک نمازگزار 19 نمازگزار دیگر را روبودند. وی افزود افراد ما به تعقیب آنها پرداختند و موفق شدند 6 نفر از نمازگزاران را نجات دهند و تلاش برای رهاسازی بقیه ادامه دارد. 2 مجروح در بیمارستان تحت مداوا هستند. نشریه اکونومیست در گزارشی نوشت جهان باید چشم از تایوان و دریای چین جنوبی و البته هیمالایا بر ندارد، زیرا در سال 2023 احتمال وقوع جنگ در این مناطق وجود دارد. گفتنی است بیشتر ساکنان مناطق غرب چین که در نزدیک هیمالایا قرار دارد مسلمان هستند و همواره مورد ظلم، ستم، آزار، اذیت و نسل‌کشی دولت مرکزی چین قرار می‌گیرند. فرماندهی نیروهای مسلح عراق برای نخستین بار از سال 2003 میلادی از تحویل امنیت شهرها به پلیس خبر داد. سرلشکر یحیی رسول سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق گفت دستورات برای تحویل امنیت داخل شهرها به نیروهای پلیس صادر شده است. وزارت کشور قادر به حفظ امنیت است و توانایی لازم برای تأمین امنیت داخلی در شهرها را داراست. عبداللطیف الزیانی وزیر امور خارجه بحرین گفت که مشتاقانه منتظر همکاری با بنیامین نتانیاهو است که از معماران توافق عادی‌سازی روابط به شمار می‌رود. وی این اظهارات را در جریان سخنرانی‌اش در جمع خبرنگاران اسرائیلی که اسحاق هرتزوگ رئیس اسرائیل را در سفر به بحرین همراهی می‌کردند عنوان کرد. بحرین و امارات اولین کشورهای حوزه خلیج فارس هستند که با اسرائیل ارتباط برقرار کردند. در پی بارش برف در شهر مقدس مشهد، حرم مطهر حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام سفید پوش شد. با توجه به گرم بودن هوا در بیشتر کشورهای عربی در این ایام، تصاویر سفید پوش شدن حرم امام رضا علیه السلام به طور گسترده در فضای مجازی جهان عرب منتشر شده و در حال دست به دست شدن است.